سلام بر شما بینندگان گرامی تلویزیون ایران فردا. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. پس از خونین ترین روز درگیری ها در غزه، وزیر خارجه آمریکا تلاش می کند اسرائیل و حماس را به آتش بس تشویق کند. شمار قربانیان فلسطینی از 500 تن گذشته است. خبرگزاری ها از غزه گزارش دادند یک بیمارستان هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفته که به کشته شدن دست کم 4 نفر و زخمی شدن 60 نفر انجامیده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 30 تیر به قاهره رفت تا برای ایجاد آتش‌بس میان فلسطینیان و اسرائیل تلاش کند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، کری قرار است با مقام‌های ارشد مصر و دیگر کشورها دیدار کند. بنابر اعلام کاخ سفید، آمریکا تلاش می‌کند با تأکید بر لزوم حفظ جان غیر نظامیان هم در غزه و هم در اسرائیل و بر پایه آتش‌بس نوامبر 2012 دو طرف را به پایان جنگ متقاعد کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین از حمایت جان کری از ابتکار مصر برای ایجاد آتش‌بس خبر داده است. سفر وزیر خارجه آمریکا به قاهره همزمان با رایزنی‌های دیپلماتیک کیمون دبیر کل سازمان ملل در منطقه صورت می‌گیرد. همزمان با حضور کری در مصر، رسانه‌های آمریکایی از مرگ دو آمریکایی عضو ارتش اسرائیل خبر دادند. وزارت خارجه آمریکا مرگ دو شهروند این کشور را تایید کرده، اما به فعالیت آنان اشاره دقیقی نکرده است. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 10 شبه نظامی فلسطینی را که به صورت غیرقانونی به اسرائیل نفوذ کرده بودند را کشته است. ارتش اسرائیل تاکنون کشته شدن 13 نفر از سربازانش را در درگیری‌های نوار غزه تایید کرده است. رقم تلفات نظامی اسرائیل به 18 نفر رسیده است. روز یکشنبه خونین ترین روز در نزدیک به 2 هفته عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه لقب گرفته است. به گزارش رسانه‌ها در این روز بیش از 100 فلسطینی و 13 سرباز اسرائیلی کشته شدند. به گفته منابع خبری، در پی حملات روز یکشنبه اسرائیل به شجاعیه در شرق غزه، خیابان‌های این منطقه پر از جسد بود. بسیاری از شهروندان نیز تلاش کردند از این ناحیه فرار کنند. در طول این روز، صدها نفر با پای پیاده و بسیاری نیز توسط کامیون‌های مملو از جمعیت از شجاعیه فرار کردند. منابع بیمارستانی در غزه می‌گویند که در حملات این روز 17 کودک، 14 زن و 4 سالمند کشته شدند و شمار تلفات فلسطینی‌ها تا روز دوشنبه در مجموع از مرز 500 تن گذشته است. بر این اساس 2600 فلسطینی نیز زخمی شدند. همچنین روز یکشنبه کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تعداد بالای تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. در رخدادی دیگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با اعلام 3 روز عزای عمومی اسرائیل را به قتل عام غیر نظامیان در منطقه شجاعیه متهم کرد. با وجود این ارتش اسرائیل گفت که در حمله به شجاعیه شبه نظامیان وابسته به حماس و تونل و مراکز فرماندهی این گروه را هدف قرار داده است. ارتش میگوید که 2 روز پیش به ساکنان این بخش برای ترک منطقه هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شامگاه یکشنبه 29 تیر شاخه نظامی حماس مدعی شد که یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده است، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرده. نتانیاهو در یک کنفرانس خبری در تل‌آویو و پس از انتشار خبر کشته شدن سربازان این کشور بر تعهد خود برای بازگرداندن آرامش و ضربه زدن به توان نظامی حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی در غزه تاکید کرد. وی افزود ما برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستیم و عملیات نظامی تا زمانی که مورد نیاز باشد ادامه خواهد یافت. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقل از جان کری گفت ایالات متحده عمیقا از تشدید درگیری ها نگران است و برای رسیدن به آتش بس تلاش خواهد کرد.
کری پیش از سفر به قاهره در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: ما به اسرائیل حق می دهیم که در برابر موشک‌هایی که به این کشور شلیک می شود از خود دفاع کند. از سوی دیگر حماس تهدید کرده که با استفاده از مین و بمب‌های کنار جاده‌ای با تانک‌های اسرائیلی مقابله خواهد کرد. به گفته یک سخنگوی ارتش اسرائیل، نیروهای این کشور در شجاعیه با موشک‌های ضد تانک و آتش سنگین مواجه شدند. همزمان موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل گفته که تمرکز ارتش بر روی نابودی ذخایر موشک حماس و تونل‌های حفر شده در نوار غزه است. وی در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه افزود که پیشبینی می‌کند در 2 یا 3 روز بخش عمده‌ای از تونل‌ها نابود خواهند شد. در همین ارتباط روز گذشته تظاهراتی در حمایت از مردم غزه در پاریس برگزار شد که به درگیری با پلیس انجامید. محمد رضا شهید خبرنگار ما از پاریس از این تظاهرات و رایزنی‌های کاخ الیزه برای توقف خشونت‌ها در غزه می‌گوید. رخدادها و اتفاقات غزه از همان روز اول فرانسه رو بی تفاوت نگذاشته بود. مثلا روز 14 ژوئیه در مصاحبه سنتی و هر سال همه رؤسای جمهور فرانسه در سالگرد انقلاب، امسال روز 14 ژوئیه آقای فرانسوا اولاند در مورد بحران غزه گفت که نقش فرانسه اول از همه جانبداری از این و آن نیست، بلکه تلاش فرانسه برای دستیابی به صلح است. روز جمعه آقای لوران فابیوس وزیر خارجه که به قاهره رفته بود برای لحظات کوتاهی در فرودگاه با آقای محمود عباس گفتگو کرد و فردای اون روز یعنی روز شنبه در اسرائیل با آقای نتانیاهو مذاکره کرد. قبل از اون که به اتفاقات 2 روز گذشته در این زمینه بپردازیم، به دنبال شلیک مجدد راکت به سمت جنوب اسرائیل همین امروز شایع بود که این موشک‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران به حماس داده می‌شد، اما توسط چند کارشناس این امر تکذیب می‌شود و آنها می‌گویند که این موشک‌ها و راکت‌ها رو حماس از قاچاقچیان در لیبی خریداری کرد. البته هنوز تأمین مالی این مسئله زیر سوال است. از طرف دیگر به گفته گزارشگران بدون مرز در کار خبررسانی در غزه دشواری‌های بسیاری وجود داره. از یک سو ارتش اسرائیل میگوید که شما روزنامه‌نگاران رو حماس به مناطق بسیار خطرناک میبرد و شما گوشت جلوی توپ میشوید، و از طرف دیگر برای مثال یک روزنامه‌نگار کانادایی نوشته بود که برخی از گروه حماس با لباس زنانه به سربازان اسرائیلی حمله کردند. و حالا این روزنامه‌نگار کانادایی که میگوید به چشم خود این امر رو دیده، از سوی حماس مورد تهدید قرار گرفته. اما در مورد بازتاب همه این خبرها در فرانسه، وقتی که روز شنبه به تظاهرات جانبداری از غزه از طرف مردم اجازه داده نشد در پاریس در محله مسلمان نشین، جمعیتی در حدود چند هزار نفر و از جمله 400 نفر از جمع آنها با پلیس درگیر شدند، عده‌ای زخمی شدند، 39 نفر بازداشت. و روز یکشنبه یعنی دیروز هم این بار در شهرک مسلمان نشین سارسل نزدیک فرودگاه شارل دوگل همان مسائل با خشونت بیشتری صورت گرفت. امروز آقای برنارد کازنو وزیر کشور قبل از اینکه راجع به این موضوع به الیزه برود و صحبت بکند با آقای اولاند، به محل رفت و دیده هاش رو بسیار غیرقانونی نامید و همینطور اونها رو محکوم کرد. البته رسانه های فرانسه همین امروز میگویند که تعداد قربانیان فلسطینی 502 نفر و شمار کشته شدگان اسرائیل 18 نفر تا این لحظه اعلام شده. در تظاهرات دیروز در سارسل و حتی در باربس جمعیت پرچم اسرائیل رو به آتش میکشید و فریاد میزد که اسرائیل قاتل است و اولاند شریک قاتل. و بالاخره در لحظه مخابره این گزارش در آخرین لحظه شنیده شد که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا راهی خاورمیانه است و اینجا کارشناسان میگویند که فرانسه بدون اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل به تنهایی کاری نمیتواند انجام بدهد. پاریس، تلویزیون ایران فردا.
منابع خبری ایران از 6 اصولگرا نام بردند که احتمالاً یکی از آنها از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما انتخاب خواهد شد. یک منبع آگاه به سایت پیام نو گفته است غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدی نژاد، محمد حسین صفار هرندی از مشاوران سپاه پاسداران، محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما، علی دارابی قائم مقام فعلی این سازمان و رمضان شجاعی کیاسفری نماینده مجلس شش گزینه نهایی برای ریاست سازمان صدا و سیما هستند. دوره 10 ساله ریاست عزت الله زرقامی رئیس کنونی سازمان صدا و سیما خرداد امسال به پایان رسید، اما وی گفت تا پایان آبان ماه همچنان این پست را در اختیار خواهد داشت. نیروهای امنیتی ایران چندین نفر از مسلمانان اهل سنت را به دلیل برگزاری مراسم مذهبیشان بازداشت کردند. خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند از زمان بازداشت شدن فرزندانشان تاکنون هیچ اطلاعی از آنها ندارند و تلاش‌ها برای اطلاع از سرنوشت آنها بی‌نتیجه مانده است. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ماه رمضان فعالان مذهبی اهل تسنن را از احیای مراسم مذهبی ممنوع و محدودیت‌های زیادی برای آنان اعمال می‌کنند. رئیس دادگستری قائم شهر از صدور حکم اعدام و سنگسار یک شهروند در این شهرستان خبر داد. به گفته سید جواد برهانی، اتهامات این شخص زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری چندین قبض سلاح، مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای عنوان شده است. این شخص به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار با سنگسار و 15 سال حبس محکوم شده است. صدور حکم سنگسار در حالی است که جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضایی پیشتر گفته بود مجازات سنگسار فعلا در جمهوری اسلامی اجرا نمی شود. بهناز حکمتی، مادر امیر حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، در نامه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده است تا از فضای حاکم بر مذاکرات اتمی بهره برده و بر مقام‌های ایران برای آزادی فرزندش فشار آورد. در این نامه خانم حکمتی اشاره می‌کند که فشار روحی برای او دیگر غیر قابل تحمل شده و همسرش پدر امیر حکمتی به شدت بیمار است. امیر حکمتی در سفری که در اوت 2011 به ایران داشت توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی دستگیر شد. وبسایت کلمه خبر داده زندان اوین طی بخشنامه‌ای اعلام کرده زندانیان سیاسی مرتبط با حوادث 88 که حکمشان به پایان می‌رسد از در اصلی زندان آزاد نشوند. به نوشته این وبسایت علت صدور این بخشنامه استقبال از زندانیان سیاسی و گرفتن عکس و انتشار آن در فضاهای مجازی عنوان شده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشدار داد در صورتی که اعضای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق هسته‌ای نرسند، جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% را آغاز می‌کند. این تهدید در حالی است که روز جمعه توافقنامه 4 ماهه‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 امضا شد که بر اساس آن مذاکرات اتمی 4 ماه دیگر تمدید شد. پس از تمدید مذاکرات به مدت 4 ماه مجلس ایران نسبت به آن واکنش نشان داد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی گفت هدف اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران لغو تحریم هاست و این تیم نمیتواند معجزه کند. آقای کوثری به سایت خبر آنلاین گفته در جمع‌بندی کلی تیم مذاکره کننده زحمت کشیده است، اما اینکه بخواهیم بگوییم بتواند معجزه کند این چنین نیست. این نماینده مجلس افزود خلق و خوی تیم مذاکره کننده فعلی با تیم مذاکره کننده قبلی که به صورت محکم و انقلابی غنی سازی را به 20% رساند فرق دارد. کوثری در این حال اضافه کرده افزایش غنی سازی اورانیوم 20% منجر به تشدید تحریم‌های بین‌المللی شد و تیم فعلی در پی لغو آنهاست. در همین حال علاءالدین بروجردی نیز درباره تمدید 4 ماهه مذاکرات هسته‌ای گفت تمدید مذاکرات به آن معنا نیست که در این 4 ماه مواضع جمهوری اسلامی ایران تغییر کند،
بلکه مواضع ما همان است که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است و مبتنی بر موازین و قواعد بین المللی و مقررات آژانس می باشد. رئیس کمیسیون امنیت مجلس علت تمدید مذاکرات هسته‌ای را مقاومت در برابر زیادخواهی آمریکا دانست و افزود اصرار ایران بر مواضع خود به این دلیل است که این مواضع کف مطالبات ماست. بروجردی با تأکید بر این که به طرفهای آمریکایی مذاکره اعلام شده است که در صورت عدم توافق جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های هسته‌ای به گام اول باز می‌گردد گفت در این مرحله هم 20% غنی‌سازی احیا می‌شود و هم راکتور آب سنگین عراق به سرعت فعال می‌شود. وی تصریح کرد موضوع هسته‌ای یک مسئله مربوط به مجلس یا دولت نیست بلکه یک هدف ملی است و در شورای عالی امنیت ملی مصوبات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت شورای عالی امنیت ملی تصویب و مقام معظم رهبری تأیید می‌کند. رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تهران در راستای اجرای توافق موقت ژنو بیشتر ذخایر حساس گاز اورانیوم غنی شده اش را از بین برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گزارش تازه آژانس نشان می‌دهد که ایران به تعهدات خود در توافق 6 ماهه ژنو عمل کرده است که مهلت آن روز یک شنبه 20 ژوئیه به پایان رسید. گزارش‌ها حاکی است که ایران در زمان دستیابی به توافق ژنو بیش از 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% داشت و از آن زمان کار رقیق سازی یا اکسید کردن آن را آغاز کرد. پیش از انتشار گزارش آژانس، رضا نجفی نماینده ایران در این نهاد بین المللی با خبرگزاری مهر گفته بود که در پی تایید آژانس آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک به حساب ایران واریز خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفته است با تمدید زمان مذاکرات همه تعهدات طرفین در توافق ژنو به مدت 4 ماه دیگر ادامه دارد و تحریم ها به مدت 4 ماه دیگر تعلیق است و تعهدات ایران هم همینطور. اما بعضی از تعهدات طرفین در طول 6 ماه گذشته تغییر ماهیت داده بود و باید مذاکره می شد. در این باره که گام اول در چه شرایط و با چه وضعیتی ادامه یابد، اشاره این مقام ایرانی به آزاد شدن 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران در نتیجه تحریم هاست و اینکه تهران در مقابل ذخایر اورانیوم 20% خود را یا رقیق یا اکسید کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی در پایان جمع‌بندی خود از مذاکرات 3 هفته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 به خبرنگاران گفته است یکی از مباحث مبلغ 4.2 میلیارد دلار در مقابل تبدیل مواد 20% ایران بود که در طول 6 ماه به ما پرداخت شد. در این خصوص باید تصمیم می گرفتیم. ما معتقد بودیم در 4 ماه آینده هم باید به همان میزان از منابع مالی ایران آزاد شود و چون برای 6 ماه 4.2 میلیارد دلار بود و برای هر ماه 700 میلیون دلار، پس حساب کنیم طبعا باید در 4 ماه آینده 2.8 میلیارد دلار پول ایران آزاد شود. گفتنیست روز یک شنبه 20 ژوئیه آخرین روز اجرای گام اول برنامه اقدام مشترک توافق ژنو بود، ولی از آنجایی که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تا پایان این روز به نتیجه نرسید، طرفین موافقت کردند تا زمان گفتگوها را برای 4 ماه دیگر یعنی تا آذر 93 تمدید کنند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای تاکنون درباره تمدید مذاکرات موضع‌گیری نکردند. اما حسن روحانی پیش از تمدید مذاکرات گفته بود که از این موضوع استقبال می‌کند. آژانس اتمی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود تایید کرده ایران بخش بزرگی از ذخایر گاز اورانیوم خود را از بین برده است. این موضوع به معنای پایبندی ایران به مفاد توافقنامه ژنو تلقی می شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود پیرامون برنامه اتمی ایران در روز یک شنبه 29 تیر بیانیه ای را انتشار داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس اتمی گزارش می‌دهد که جمهوری اسلامی بخش بزرگی از ذخایر گاز اورانیوم خود را از بین برده است. گاز اورانیوم موضوعی بسیار حساس در مذاکرات اتمی به شمار می‌رفت. حال آژانس اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای توافقنامه ژنو تأکید کرده است که ایران در چارچوب توافق هسته‌ای عمده ذخایر خود را از بین برده است. در گزارش ماهانه آژانس اتمی تصریح شده است که جمهوری اسلامی به تعهدات خود مندرج در توافقنامه ژنو عمل کرده است. مهلت توافقنامه ژنو دیروز یک شنبه 20 ژوئیه به پایان رسید، اما بنا به درخواست ایران و گروه 5 به علاوه 1 مدت زمان مذاکرات برای 4 ماه دیگر تمدید شد. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر از انتشار گزارش مثبت این نهاد خبر داده بود. بنا به گفته نجفی، آخرین دست از اموال بلوکه شده ایران بر اساس توافق برنامه اقدام مشترک نیز به حساب ایران واریز خواهد شد. ایران و گروه 6 کشور در نوامبر سال 2013 در ژنو توافقی اولیه دست یافتند که بر اساس آن ایران موظف شده بود که در ازای کاهش برخی تحریم‌ها بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده با غلظت 20% خود را رقیق‌تر یا به اکسید تبدیل کند. خبرگزاری ایسنا پیرامون اجرای تعهدات ایران با استناد به گزارش آژانس اتمی نوشته است ایران از زمان اجرایی شدن توافق اولیه ژنو تا کنون یا سطح غنی‌سازی را کاهش داده یا 97% از ذخایر گاز اورانیوم با غنای 20% را به اکسید تبدیل کرده است. در گزارش آژانس اتمی همچنین آمده است تأسیسات مرتبط هسته‌ای که ایران برای تبدیل این اورانیوم نیاز دارد به طور کامل راه اندازی نشده، اما ایران کار روی تأسیسات را آغاز کرده است. در گزارش آژانس اطلاعات بیشتری در این باره ارائه نشده است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران فردا سه‌شنبه 31 تیر گزارشی درباره مذاکرات اتمی با گروه 5 به علاوه 1 و دلایل تمدید زمان مذاکرات به مجلس ارائه خواهد داد. در 6 ماه گذشته بیش از 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در ازای از بین بردن اورانیوم 20% آزاد شده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کرده است که در 4 ماه آینده نیز حدود 2,800,000,000 دلار دیگر از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود. پس از اعلام نظر دولت آمریکا مبنی بر موافقت با تمدید زمان مذاکرات، لینسی گراهام و باب کراکر 2 تن از سناتورهای با نفوذ آمریکا از تصمیم دولت اوباما در این زمینه انتقاد کردند. اعضای گروه 5 به علاوه 1 برای پیشبرد مؤثر مذاکرات اتمی با ایران توافق کردند که سرپرستی این گروه همچنان بر عهده کاترین اشتون باشد. با آغاز تغییرات در ترکیب مسئولان اتحادیه اروپا، خانم اشتون نیز به زودی مقام خود را به عنوان مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اروپا به شخص دیگری واگذار خواهد کرد. دولت اوکراین خبر داده جدایی طلبان بیش از 192 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده را از محل سقوط منتقل کردند. در همین حال کشورهای غربی از روسیه خواستند تا جدایی طلبان اوکراینی را برای همکاری در تحقیقات تحت فشار قرار دهند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به روسیه هشدار داده در صورتی که رویکرد خود درباره این موضوع را تغییر ندهد تحریم‌های شدیدتری علیه مسکو اعمال خواهد شد. بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که به اوکراین اعزام شدند خبر دادند شورشیان هوادار روسیه از دسترسی کامل آنها به بقایای هواپیما جلوگیری کردند. جان کری خبر داده باراک اوباما به زودی با ولادیمیر پوتین درباره این موضوع گفتگو خواهد کرد. روند بررسی اوراع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلاف میان ستادهای انتخاباتی دو نامزد متوقف شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت بنابر مقررات امضا و اثر انگشت روی برگه رأی آن را بی اعتبار می کند. اما نمایندگان دو نامزد بر سر اینکه آیا چند خط در برگه رأی نیز امضا به شمار می رود یا نه دچار اختلاف شدند. مقام های کمیسیون مستقل
مسائل انتخابات و همچنین دفتر سازمان ملل در افغانستان در حال تلاش برای حل این اختلاف هستند. اما تازه ترین آمارها حکایت از وجود بیش از 1,000,000 پناهجوی سوری در ترکیه دارد. بنابر پیشبینی ها این تعداد پناهجو تا پایان سال جاری میلادی به 1,500,000 نفر خواهد رسید. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. طولانی شدن بحران در سوریه جدا از مصیبت‌هایی که بر دوش مردم این کشور در طی 3.5 سال گذشته قرار داده، کشورهای پذیرای آوارگان سوری رو این روزها نیز با مشکلات زیادی هم مواجه کرده. شاید با آغاز نارامی‌ها در سوریه کمتر کسی گمان می‌برد تا به این حد بحران در سوریه پیچیده و طولانی بشه. از آغاز نارامی‌ها در سوریه و برخورد خشونت‌بار رژیم اسد با شهروندان سوری، ترکیه از نخستین کشورهایی بود که با اتخاذ موضعی انتقادی در قبال رژیم اسد اعلام کرد از هیچ کمکی به آوارگان سوری دریغ نخواهد کرد. از این رو مرزهای جنوبی این کشور به روی آوارگان سوری گشوده شد و خب در طی 3.5 سال گذشته شهروندان آواره سوری با اتکاب چنین پشتگرمی از سوی دولت ترکیه به این کشور اومدن. اما رفته رفته با طولانی شدن بحران در سوریه، ایجاد چنین اقلیتی در دل کشور ترکیه مشکلات زیادی رو بر دوش دولت این کشور قرار داده. در تازه ترین آمار منتشر شده، آقای رجب طیب اردوغان روز گذشته اعلام کرد که 1,950,000 پناهجوی سوری در شرایط فعلی در ترکیه زندگی میکنن. آماری که گفته میشه تا پایان سال میلادی جاری به 1,500,000 نفر هم خواهد رسید و به گفته آقای اردوغان هزینه بالغ بر 3 میلیارد دلار بر دوش دولت این کشور قرار داده. اما سیاست‌های دولت ترکیه در حمایت از آوارگان سوری رو برخی از منتقدان دولت نمی‌پسندند. به ویژه این روزها منتقدان با این عنوان که پذیرش آوارگان سوری امری اشتباه بوده، معتقدند ورود آوارگان سوری در درازمدت تبعات منفی برای ترکیه به همراه خواهد داشت و آرام آرام وجود چنین جمعیتی از پناهجویان سوری بیماری‌های سیاسی و امنیتی رو به دیگر کشورها هم منتقل می‌کنند. منتقدان معتقد هستند از این دیدگاه نارامی‌ها در سوریه ممکن است حتی به ترکیه هم کشیده بشه. اونها حتی درگیری‌های پراکنده‌ای که میان برخی آوارگان سوری و شهروندان ترک در یکی دو شهر ترکیه اخیراً رخ داده رو از تبعات همین موضوع می‌دونند. اما از آن سو آقای رجب طیب اردوغان با واکنش به چنین نگرشی گفته محافلی در ترکیه در صدد هستند با ایجاد تنش و ناآرامی میان مردم ترکیه و آوارگان سوری از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنند. آقای اردوغان گفته که فعلا در شرایط کنونی انتخابات ریاست جمهوری تمایلی نداره که این محافل و اقداماتشون رو افشا بکنه، اما خب اگر مجبور بشه روز این کار رو خواهد کرد. اما در این مسیر اشاره هم بکنیم، دولت ترکیه در طی این مدت بیش از 20 چادر شهر رو برای اسکان آوارگان سوری ایجاد کرده، همینطور مدارسی رو جهت آموزش حدود 5,000 کودک سوری فراهم کرده و از لحاظ ایجاد خدمات پزشکی و بهداشتی نیز این خدمات رو در طی 3.5 سال گذشته بی وقفه ارائه کرده. متاسفانه آنگونه که باید کشورهایی که در بحران سوریه قول همکاری و خدمات رو به این آوارگان و کشورهای میزبان داده بودند، تعهداتشون رو تا به الان به انجام نرسوندن و چه کشور لبنان و چه ترکیه که پذیرای بزرگترین جمعیت آوارگان سوری هستن، هر دو دولت هزینه‌های سنگینی رو در این زمینه متحمل شدن و خب اکنون هم طبیعتاً با انتقاداتی از داخل هم مواجه هستن. با این همه و با وجود چنین مشکلاتی مشخص نیست که نهایتاً دولت‌های پذیرای آوارگان سوری تا چه زمانی توانه ارائه خدمات رو به این تعداد از آوارگان خواهند داشت و یا نهایتاً چه اقدامی از سوی مجامع جهانی برای پایان بحران سوریه صورت خواهد گرفت. سید بیبی رسولی زاده در روستای افشان از بخش آشار ساعت 12 شب جمعه 27 تیر ماه، هنگامی که سعی کرد مانع مصادره ماشین برادرزاده خود شود، توسط نیروی انتظامی زیر گرفته شد و پیش از رسیدن به بیمارستان فوت کرد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وقوع این حادثه باعث خشم مردم محلی شده تا جایی که برخی از آنها به پاسگاه محل حمله کرده و اقدام به شکستن در به پاسگاه کردند. رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه میگوید
حوزه‌های علمیه مستقل بوده و به امام زمان متصل هستند و دولت باید به آنها کمک کند. به گفته این روحانی محافظه‌کار، حوزه مانند شورای نگهبان در اسلامی بودن مصوبات حضور دارد، باید نظارت، رصد و مراقبت بر روند برنامه‌ریزی‌ها داشته و از جریان عمومی کشور مراقبت نماید. پیشتر محمد محمدی گلپایگانی، مسئول دفتر علی خامنه‌ای اعلام کرده بود رهبر جمهوری اسلامی ماهانه 18 میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص داده است. طرح تشکیل و فعالیت حزب و گروه‌های سیاسی پس از یک هفته کشمکش با تصویب نمایندگان مجلس برای 3 ماه مسکوت ماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 132 رأی موافق از مجموع 216 نماینده حاضر با مسکوت ماندن طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه موافقت کردند تا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون تخصصی برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح را اصلاح کند. به گزارش ایرنا، در حالی که 12 ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در هفته‌های اخیر بررسی شده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند به منظور رفع ابهامات و کاستی‌ها این طرح به مدت 3 ماه مسکوت بماند و کمیسیون مربوط اصلاحات لازم را انجام دهد. پیشتر کمالالدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس نیز با استناد به اصل 26 قانون اساسی گفت هیچ کس را نمیتوان از فعالیت در احزاب منع کرد. گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 23 تیر ماه بخشهایی از طرح فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را تصویب کردند. مطابق این مصوبه، احزاب متقاضی پروانه از جمله باید در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام کنند. یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا درباره طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس گفت جهتگیری مجلس در ارائه طرح و تعجیل در طرح زودهنگام در صحن علنی مجلس و مجموعه بندهایی که در این طرح آمده است به نوعی بیانگر حرکت انقباضی مجلس در راستای فعالیت سیاسی مردم و محدود کردن آن است. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه به بندهایی از این طرح اشاره کرد و گفت مواردی مانند انگشت نگاری و ارائه گواهی نداشتن سوء پیشینه اعضای احزاب، همچنین تصمیم گیری کمیسیون ماده 10 احزاب درباره انحلال احزاب و التزام عملی به ولایت فقیه با توجه به اینکه احصای آن کار آسانی نیست، رویکرد تهدیدی دارد. همچنین حسین میر محمدی نماینده گلپایگان در مجلس خواستار حذف شرط عدم سوء پیشینه کیفری از شرایط عضویت در حزب شده بود که نمایندگان به پیشنهاد او رأی ندادند. بر اساس این طرح متقاضیان عضویت در احزاب باید عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر را نیز ارائه کنند. در همین حال شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به این طرح انتقاد کرد و از بایگانی شدن 3 ماهه آن هم تقدیر کرد. این جبهه نوشت این طرح مخالف کارویژه اساسی نهادهای مدنی و فلسفه مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خیش و مغایر با توسعه سیاسی و روح حاکم بر قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی است. این جبهه همچنین خواستار جلوگیری از هر گونه شتاب زدگی برای تصویب طرح مذکور شد. پس از انقلاب 1357، جز دوره کوتاه 2 ساله که فعالیت احزاب در ایران تقریبا آزاد بود، همواره احزاب منتقد و مخالف ارکان نظام جمهوری اسلامی به ویژه منتقد به ولایت فقیه در تنگنا به سر برده و اغلب آنان از فعالیت آزاد در ایران منع شدند و اعضای آنان با تعقیب قضایی به زندان افتادند.
پس از اعتراض‌های گسترده سال 88 در واکنش به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال، برخی از حزب‌های منتقد درون نظام همچون جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از فعالیت منع شدند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه 1 ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود. شب و روز شما خوش.